سلامی دوباره به شما خوبان و همراهان هتل گردی با جنید. این بار مرکز خریدگردی هستیم، بازارگردی هستیم با شما در شهر ماناوگات، ما بین آلانیا و آنتالیا. وقتی که شما هتل‌های منطقه سیده باشید، هتل‌های منطقه آلانیا باشید، نگران خرید نباشید. دو تا مرکز خرید بغل هم دیگه است. البته این مرکز اینجا که الان من دارم میرم داخل مرکز خریده. چرا میگم مرکز خرید؟ اینجا کل برندها به صورت مجزا اینجا در واقع وجود داره. اینجا یه دونم نوا ماله. من اولین بار اینو البته توی منطقه کندو چند جای توریستی تو خود آلانیا من این برند رو دیدم، نوا مال. ما داریم میریم نوا مال. نوا مال مثل تراسیتی میمونه، مثل مالا فانتالیا میمونه، مثل دیپو میمونه. یه جایی هست که پولوگاند، تمام برندها یا شکسپیر، اینجا کافه شکسپیر هست، کافه مودو هست، همه برندها به صورت جداگانه هست که شما مرکز خریدی که میاید اگر برای خانما کلوپ حالا کیف کلوپ پوشی داشته باشن باید اینجا بذارن، اگر موبایل همراهتون هست باید اینجا بذاریم و از وسطش رد بشیم. کسانی که باردار هستن نیاز نیست که از اینجا رد شن، یا کودکان نیاز نیست از بغل رد، میتونن از بغل رد شن. خب استارباکس داریم. پس اینجا شما این مال در واقع بزرگیه که برای بومیای اینجا، چون شهر ماناوگات شهر کوچیکی نیست. شما فکر نکنید ماناوگات فقط یه رافتینگ و دیگر تموم شد، نه، ماناوگات یه شهر بزرگیه در استان آنتالیا. خود در واقع شهر آنتالیا، میدونید که آنتالیا خودش استانه، از شهرهای مختلفی مثل آنتالیا مراد پاشا، حالا آنتالیا که مراد پاشا در واقع کنیالتی و ماناوگات آلانیا، اینا شهرهای مختلف استان آنتالیا هست. به مرکز خرید که ارسواکی، برندهایی که براتون آشناست، دیفکتو هست، ارسواکیکی هست، برندهای آشنا میتونه ایپکیول باشه که تو تبریز هم من توی مرکز خرید نمایندگیش دیدم، یو اس پولو هست، گانت هست، گانت حالا فرق نمیکنه، پولو پس ایفور که یه برند چیز هست در واقع کفشه، ایفور نه کفش میگم، کفش و لباس و کفشه هست، هم برندهای مختلفی هست. امروز اومدیم برای شما بازارگردی، در واقع مرکز خریدگردی، که بهتون نشون بدیم که اینجاها میتونید وقتی که اومدید سیده ببین. دوستان یه سری مثلا میگن آقا ما سیده نمیخوایم، ما آلانیا نمیخوایم، ما هتل ماناوگات نمیخوایم. چرا؟ میگن مثلا خرید سخته. نه، هستی که استیواکیکی هست، کتون هست، همه چی هست، کفش هست، ای بی بک هست. اونجا ای بی بک برند نوزادان و کودکان، آره کوچولوها هستن، زیر تقریبا زیر 4-5 برای 4-5 سال به پایین، از نوزادی تا به 4-5 سالگی هست. ای بی بک از بوش، چون من فهمیدم اصلا برند نیدم از بوش فهمیدم. اینجا نمونه که پولو هست، میتونیم هست همه برندهای ایتالیایی و برندهای ترک و برندهای امریکایی، همه چیز از کولینز هست، H&M هست، کتون هست، آدلشک هست، ADL، بعد خب ساعت فروشیه، بامبی که کفشای خوبی رو هم میاره، کفشش معمولا خوب در میاد، یک دو سه چهار طبقه است. اینجا اومدید نگران مثلا غذا هم نباشید، مثلا بعضا میان میگن آقا ما از هتل دیگه بیایم مثلا غذا اینا چیکار کنیم، نه، اینجا یه مرکز خریده. تراسیتی چجوری میرید، میگروس 5 چجوری میرید، مالا فانتالیا چجوری میرید، دیپو چجوری، اینجا هم همین جوریه. حالا تو استانبول مرکز خرید جواهر هست، 212، حالا من زیاد آپدیت نیستم اونجا، ولی اینجا هم همه برندها هستن. حالا بچرخیم بریم، بیان کگیلی هست، کگیلی کچلواره خوبی داره، آلتن یلدز کلاسیک هست، اونم که هست تا هست، سوپر استپ هست که اینجا کفشای همه برندهای مثل لاکوست و نایک و آدیداس اینا رو
میاد اینجا مثلا میگه من ارزونتر رو کانورس اینا رو من دارم میتونید بگیرید. کفش خود هاتیچ هست، افور یه برند مردونه هست که برند خوبی همه، حالا بیشتر من فکر کنم مردونه هست، حالا نه از زنونم از دور میبینم داره دیگه. همین تکنوسا برای تکنولوژی، چیزای تکنولوژی هست، موبایل. البته خب این تا چیزا معمولا ایران از ایران بگیریم بهتره، ولی خب بعضیا مثل چیزای تکنولوژی که میخوان اینجا داره. بازارچه محلی توری هم داره، یعنی از این ادویجات و باقلوا و اینا، یعنی همه فن حریف اینجا، همه چیز داره. خب اینم از نووا مال ماناوگات که در هتل های سیده، شامل هتل های سیده از همین خیابون اصلا برید سرگون. اینجا یه سری هتل ها اصلا میگن مثلا سیده، تو خود ماناوگات هتل های سیده معروف هن، حالا مثلا نمیگن هتل ماناوگات، بیشتر میگن سیده، چون منطقه سیده همین هتل ها تو همین راسته سمت راسته سیده استارین اصلا نکل پیاده، خیلی نزدیکه، به همین نزدیکی همینجا هست. وقتی که شما نووا مال باشید میگروس خریده شکلات و یه سری مثلا شوینده اینا، مثلا من میبینم که دوستامون که وقتی میان میخرن از این میگروس اینجا میتونید بگیرید و برندهایی که دیدید. یه دونه دیگه هم هست نووا ماله، این تو خود آلانیا بغل هتل اورنج کانتی آلانیا دیدیم، یعنی هست اونجا، من داشتم رد میشدم. یه دونم که دوستم مصابر میگه توی کندو من دیدم، یه دونم که اینجا هست. ولی دوستان من اینی که مثلا اورجینال باشد یا نباشد احتمالاً هست. چرا میگم احتمالاً هست؟ چون بغل یه مرکز خریدیه، اگر این فیک باشه تا الان جمعش میکردن. مروالر هستیغز جنویت بند چکیم یپیورز ده ایران آجان چه تانتمک için سورن یوک دمی؟ بگن چین رکلم بونلار اورجینال، bizim bildiğimiz orijinal. Tamam. Fiyatları nasıl oluyor? Yani outlet tarzında. Outlet tarzında. Yeni sezonda var, eski sezonda var bizim. Fiyatlar kıyasen daha uygun geliyordur. Çok şey değil. Ağırlık olan yeni sezon. Yeni sezon oldu. Ama mesela işte bizim premium bölgemiz var. Mesela Karl Lagerfeld var. Ortalama fiyatları, yani Karl Lagerfeld 150 euro bandında, 200 euro bandında ama bizde 1000 lira. Yani güzel. Normal fiyatlar. 3000 lira, 4000 lira. Kop. من از مدیر فروشگاه پرسیدم، میگه که من اینجا نه که حالا اعتبار کنم فقط به حرف ایشون که اورجیناله، چون برندهایی که میرم خب خیلی رسمی نوشته که مثلا هارمون، تو من تو ایتالیا تو همون مرکز خریدی که رفته بودیم اونجا بود، حالا من میتونم حداقل اینو مقایسه کنم، این هارمونتا رو یا این کار رو، مثلا میگه که قیمت های جهانیش 1000 یورو ایناست، برای ما 1000 لیره، مثلا این تیشرت کارلش 1000 لیره به جای اینکه 2000 خورده لیر باشه، یعنی میگه از 1000 یورو اینا قیمتمون خیلی پایین تره. خب این مثلا اونجا هم حتی 80 یورو 100 یورو از ایتالیا مثلا یکم ارزون تره، چون اونجا همین تیشرت بود همین قیمت 1999 لیر بود، تقریبا همون 1999 لیر بود، آره اینجا 999 لیره، اینجا اونجا 100 یورو بود، تقریبا اینجا 100 یورو بوده دیگه قبلا، الان شده 999 لیر، بذار من اینو حساب کتاب کنم، اونجا 80 یورو بود فکر کنم، 1850 تقسیم بر 999 تقسیم مرا 1.85 54 یورو، اوکی 20 یورو ارزونتر از ایتالیا اون. حالا چون برند اینو من تو هم سمارینو بود دیدم، هم توی شهر ریمینی من این دوتا برند رو این برند رو دیده بودم، میتونم مقایسه کنم. میگه که تا سفر کرد پخته شود خامی، جریان همینه. پس توی این نوامال کفش نایک و اینا همه چیز هست، پس قیمتش اونجوری هم که همین کفشا 1800، تو داخل شهر هم همون 1600-700، اینجا مثلا نوشته 1400 لیر، شاید داخل شهر هم همین آفر بخوره. خب ولی خوبیش چیه؟ شما تو سیده ای، تو ماناوگاتی دیگه نیاز نیست خودتون رو برسونید به کجا؟ به آنتالیا. همینجا میتونید خریداتون رو، برندهای LTV هست، جک اند جویس جونز هست، ماوی هست،
دیوتی همه چیز هست. ۸۵۰. ولی خدای همه چیز گرون شده ها. یعنی ترکیه هم الان داشتم با دوستم و صابر میرفتیم توی پولو بودیم، تیشرتی که ۸۰ لیر بود کی همین پنج چاپ قبل از اینکه دلار در ترکیه هم بره بالا الان چقدر شد؟ ۶۰۰ لیر؟ ۷۰۰ لیر. ۸۰ لیر کجا؟ ۷۰۰ لیر کجا؟ خیلیه. یا این شلوارک ها شده ۲۸۷ لیر. نمیدونم این شلوارک ها مثلا بهترین برندش، این برندش چیه؟ BCA. همه چیز گرونه، نه حالا اینجا ها، نه در نوامال یا نوامال اصلا فرق نمید، در تراس همه جا گرونه. یعنی اینجوری هم نیست که در ترکیه هم ارزونی باشه، در دنیا گرونیه. مخصوصا این بحث این دلار و یورو که اینجوری زد بالا، این بحث جنگ اوکراین و خیلی چیزا تاثیر گذاشت در کل دنیا. خب این اصلا ۱۸۰ لیر یه ارزون ترین جنسشه دیگه. خدا آخر اوقات همه ما رو به خیر کنه. ولی خب شما در سیدو مانافگات دوتا مال، یکی ماله، مال واقعی اونه، اینم نوشته نوا مال. این اومده چیکار کرده؟ برندهای مختلف رو اومده در واقع خودش میفروشه. هستن از این چیزا، بوینر یه شرکتی هست مثلا توی تراسیتی، توی مالافانتالی، میگروس، پنج، همه جا بوینر داره. خب بوینر چیکار میکنه؟ میگه که آقا من میرم به صورت عمده از این برندها میخرم، مثلا جنس من از خود نمایندگی گاند، از خود نمایندگی پولو ۱۰% ارزون تره، ۲۰% بعضن ارزون تره، بعضن همیشه نه. اینم هم میگه همچین، اینم هم همچین ادعایی داره، میگه آقا بعضی از جنس های من ارزون تره. حالا از من میپرسید، من نمیخوام کار این بنده خود، من نمیشناسم اصلا چیه، من ترجیح میدم از نوا مال بگیرم تا نوا مال، چون از خود فروشگاه پولو میرم میگیرم. بعضا با خانم منم دعوا میکنم، میگه چرا مثلا از بوینر نمیخری؟ میگه از میگه خب یکم گرونتر. میگم از خود جنس من خیالم راحت تر، از خود نمایندگی بگیرم تا کسانی که ادعا میکنن اینم مال نمایندگیه. به نظر من اونی که از خود نمایندگی میگیری اورجینال تره، یکم پول بیشتر میدم خیالم راحت تر. خب ساختمان قشنگی هم داره، از بیرون نگاه میکنین داخلش هم بد نبود نسبت به شهر سیده، نسبت به شهر مانافگات. یه مرکز خرید خوبی برای محلیای اینجا. اینجا روزای یک شنبه که اصلا نمیتونین راه برین. من یه بار یه یک شنبه اومدم اینجا، اصلا به واسه اتفاق اصلا نتونستم راه برم. ولی موقع استراحت میتونید بیاید اینجا مادو از صبحونه بگیرین. بستنی مادو بیشتر با بستنیاش معروفه، کافی و بستنی و اینا، ولی خب صبحونه و غذا و اینطور چیزا هم میده. کافیه در واقع، کافه است همین. خب تا برنامه دیگر، تا این مرکز خریدگردی دیگر، تا شهری دیگر، تا هتلی دیگر، کشوری دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. از آنتالیا با شما خداحافظی میکنم. بای بای.